همکار دیگه هم تحمین رستمی از فرانکفورت همراه ما شده. تحمین، همونطور که در صحبت‌های احمد هم شنیدیم، خیلی از کسایی که در اعتراض‌های اخیر آسیب دیدن الان مقیم آلمان هستند و در حال حاضر هم در حوزه‌های رأی‌گیری برخی میان شرکت می‌کنند، تجمع‌هایی هم شکل گرفته. یکم توضیح بده از حال و هوای شهرتون. دقیقاً همینطوره، من مقابل شماره 90 خیابون رایموند هستم. البته خیابون رایموند سابق، ایرانیان اینجا رو خیابون مهسا ژینا امینی نامگذاری کردن در سالگرد قتل مهسا امینی. و اتفاقی که داره الان اینجا میفته اینه که دو گروه، در واقع دو طرف این خیابان بسته شده توسط ایرانیانی که مخالف این رأی‌گیری امروز هستند. و من به قصد مثل شرکت کنندگان امروز خیلی سخت میتونم کلمه انتخابات رو استفاده کنم. همونطور که گفتی، من همین الان در افرادی که اینجا شرکت داشتند، عرفان رمیزی پور رو دارم میبینم، از مجروحان چشمی، از خانواده پرواز ساقط شده توسط سپاه پاسداران پی اس 752 هم افرادی حاضر هستند، از دادخواهان آبان و اعدام های سال 67 هم همینطور. و واقعیت اینه که خب عده‌ای دارن وارد میشن، وارد ساختمان کنسولگری میشن برای رأی دادن، پوششی سرشون میکنن، میرن داخل رأی میدن. اما وقتی که بیرون میان با این سوال مواجه میشن توسط شرکت کننده ها که آیا خجالت نمیکشید از اتفاقاتی که داره میفته؟ و اون شعار نه رو خیلی دست مردم میبینم، اون نهی که احتمالاً بعد از بیانیه‌ای که دانشجویان دانشگاه هنر دادن بسیار پررنگ شد، که در اون گفته شده بود که بین ما و شما دریای خون جاریه و هیچ چیز به عقب بر نمیگرده. من میخوام کوتاه از آقای اسدی، یکی از برگزار کنندگان امروز، بپرسم. دیدم توی بلندگو داشتید چند تا خواسته رو مطرح میکردید، از اونها بگید. خواست ما اینه که به اتحادیه اروپا بگیم که این انتخابات نیست، بلکه انتصابات است که توسط شخص خامنه‌ای پیش بینی برنامه ریزی شده است. و به ایرانیان خارج کشور بگیم که ما هنوز برای شعار زن زندگی آزادی ایستاده ایم و انقلاب زن زندگی آزادی رو پاسدار هستیم. به این دلیل که ما کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نمیپذیریم، قبول نداریم و نه ما سرنگونی جمهوری اسلامی است. متشکرم از شما آقای اسدی، یکی از برگزار کنندگان. من تا عصر اینجا هستم و احتمالاً در بخش‌های بعدی هم من رو خواهید دید و تعداد حاضرین بیشتر خواهد شد. همکارم تحمین رستمی از فرانکفورت.